أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية بيشا بيش هما دهين نخست ماه مبارك رمضان ماه برتر وماهي فزيلة خدمت یک که بینندگان عزیز تبریک و تهنیت ترس می کنم. این فرصت تییبه ای که خداوند برای همه ما مساعد کرده و این را ارزانی داشته برای همه شهروندان عزیز کشور ما مبارک باد و تهنیت عرض می کنم. چه زیباست که در این شهر سیام در این ماه مبارک و در این فصل حاصل خیز بر تاعت عبادات در خدمت عزیزان خیش باشیم عزیزان گرامی آنگونه که از مجموع قرآن کریم از آیات قرآن کریم برمی آید و احادیث پیامبر گرامی اسلام نیز به آن تاکید می کند ماهیت و حکمت و فلسفه ای که در این ماه مبارک نهفته است این است که در این ماه خداوند متعال خواسته که همان گونه ای که فرصتهای را مساعد ساخته برای تقرب نزدیکی به خداوند متعال یکی از این فرصتها یکی از این زمانه ها ماه مبارک رمضان است ما شما نیک می دانیم که پیش از ماه مبارک رمضان دو ماه دیگری هم قرار داره و موجود هست که در متون اسلامی ما به تعبد عبادت نیایش و در مجموع بر رساندن خیر تاکید مزیدی صورت گرفته که ماه رجب هست و ماه شعبان المعظم هست در واقع زمانی که ما دقت میکنیم به ماه مبارک رمضان بینیم که خداوند متعال زمینه ها و زمانه های زیادی را برای تقرب الی الله مشخص و معین فرموده بر بندگان عزیز خی... بر بر بندگان خود یکی از این ماها یکی از این فرصت ها ماه مبارک رمضان است ماهی است که قرآن کریم بسیار زیاد به آ... کرامت از این ماه تذکر میده و این ماه را عظمت و شأنش برای مؤمنان تاکید میکنه قرآن کریم میگه که کتب علی الذین من قبلکم یا ای لذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم منظور این آیه قرآن کریم این است که امتهای پیشین و هر آن کسی که به هدایت و سرات المستقیم استوار بوده در طول تاریخ بحث روزه گرفتن و روزه داشتن را رو به عنوان یک مکتب خانه یا یک آموز، آموزشگاه روحی و معنوی تجربه نمودن و این تجربه نیکو و این تجربه خجسته و مقدس به امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز منتقل گردیده است راز و حکمت و نتیجه یا برایند یک چونین ماه فضیل و ماه پربرکت است است که لعلکم تتقون تا اینکه ترس از خدا ریشه در دل مؤمنان بگیره تا تقوا منصب یا نسب العین اهل ایمان قرار بگیره پس در روزه هست ما بینیم که بذر یا دانه های ترس از خدا در دل انسان شکوفا میشه همان گونه که بهاران فصل بسیار زیاد خوبی است برای رشد بذرها رشد طبیعت رشد آفرینش بهار تعبد و بهار پرستش و نیایش خداوند متعال نیست ماه مبارک رمضان قرار داده شده است در این ماه است که انسان متوجه نکات بس ظریف نکات بس ارزنده و مهم توجه به او میکنه از جمله تسلط بر نفس وقتی که یک انسان مؤمن تجربه میکنه که چگونه از طلوع سپیده دم صبح الى غروب آفتاب و داخل شدن شب از آنچه که در شریعت اسلامی بر حذر بودن به او تاکید شده که عبارت است از خوردن و آشامیدن و سایر منهیات چگونه این امور را تجربه بکنه و در واقع مسلط بودن بر نفس خود را در خود آزمایش بگیره و بطه آزمایشی را قرار بده در عین حال یکی از رازها و نکته های دیگر این است که انسان آموزش میده که چگونه اراده را تقویت ببخشه انسان های زیادی در دنیا هستند، آمال ها دارن، آرزو ها دارن، خواست ها دارن اما دستیابی و دسترسی به این خواست ها برشان مقدور میسور و ساده نیست دلیل آن عبارت از است که شخص اراده کافی به انجام دادن مقدمات رسیدن به او آرزوها و هدفهای خود را نداره پس برای یک مؤمن برای یک مسلمان برای یک انسانی که خواسته باشه به قله کامیابی و سعادت برسه در کنار همه اسباب باید از لحاظ درونی و معنوی دارای یک اراده قوی یک اراده استوار برای رسیدن به اهداف و مطالب خیر خود داشته باشه اینجاست که در این تجربه و تقویت این اراده در کجا دستیاب برای ما میشه او در مکتب خانه یا در مدرسه ماه مبارک رمضان میشه اینجاست که میبینیم که آثار انفسی یا آثار ذاتی روزه که ظرف روزه گرفتن این ماه مبارک رمضان است به وضوح دیده میشه که انسانی را خدا ترس ترس از خدا اجتناب از منهیات انجام دادن امور خیر همه این این درس ها و این آموزه ها در مکتب خانه ماه مبارک رمضان به دست بحث دوم و اساسی که ما در ماه مبارک رمضان میبینیم که قرآن کریم روی آن تاکید کرده و یک سنت الهی دانسته و قرار داده که ویژه تنها امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نیست از امتهای برحق پیشینیان هم به ما مانده این است که توجه به ابعاد اجتماعی ماه مبارک رمضان داشته باشیم ماه مبارک رمضان یگانه ماهی است که بر ما نشان میده که چگونه از دنیای پیرامونمان واقف بگردیم از اطرافمان خبر شویم از همسایهمان بدانیم از دوستان و اقارب ما که طی یک سال آنها چه دیدند و چه کشیدند هم خبر شویم میبینیم که در جامعه نظیر جامعه ما فقر بیداد میکنه بیروزگاری بیداد میکنه مردمانی هستند که برای غذای شب اگر چیزی دارن برای فردا ندارن اگر برای فردا چیزی را دست و پا میکنن برای شبشان دیگر چیزی نیست این ماه مبارک رمضان است که ما را خبر میده و یک زنگیر بیخ گوش ما مینوازه که ای انسان ای فردی که غرق هستی در خواستهای شخصی خود این, این زندگی و این حضور تو در جامعه و بودن خودت در جامعه بودن است که مسئولیت های اجتماعی را باید هم درک بکنی و خودت یک زنجیره هستی یک حلقه هستی در یک زنجیره بسیار بزرگ او زنجیره اجتماع است پس انسانی که ماه مبارک رمضان رو به تجربه میگیره بالای خود از خوردن و نوشیدن کم میکنه از وقتی ازی کم میکنه روزها لب میبنده بایستی و لزومن به او افراد و به او اشخاص توجه باید داشته باشه که اگر چیزی برای صبح دارن برای شب چیزی ندارن پس مگر میشود که انسان ایمانی از او به کمال و به نزج و به پختگی برسه اما از درد اجتماع از درد پیرامون خود از درد امسای خود بیخبر باشد یک چون درسی را برای ما این مدرسه رمضان رایگان در دسترس ما قرار میده سخن بعدی در اینجا این یک محض تعلیل روانشناسانه نیست نه خیر چیزی است که از هدایت و ارشاد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی آید آنگاهی که جنابشان در شهنشان صحابت توصیف می کنند که پیامبر گرامی اسلام علیه افضل و صلوات و تحیات ذات گرامیشان شان و ناس بودن یعنی سخی ترین مردم بودن در سخاوت هیچ کسی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش دستی کرده نمیتونست و اما فصل بیشترین سخاوتشان ماه مبارک رمضان بود در روایات میگه که مانند نسیم صبحگاهی که زیبا و با تراوت میوزه پیامبر گرامی اسلام در ماه مبارک رمضان یک چونین طبیعت فطرت و سرشت جنابشان داشتن این نشان میده که وقتی که پیامبر ما پیشوای ما الگوی ما که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در پیامبر گرامی اسلام برای شما یک نماد و یک الگوی رفتاری برای مسلمان ها سیر قرآن میگه وقتی که ذاتشان اجود و ناس بودند در ماه مبارک رمضان و بیشترین فصل جود و سخاوتشان در این ماه, بود چه بهتر است که ما هم بینان کوچکترین افراد از امت آن جناب به این شیوه و سلوک و رفتارش استوار خود را بسازیم از فقیرمان، از بیوه از یتیممان خبر خبری بگیریم سری بزنیم به او خانه های که صفره تهی توهی خالی پهن میشه توهی و خالی پس جمع میشه آنجا کودکانی را خواهیم یافت که چیزی برای خوردن ندارن آنجا شادی و سروری که لازمه ماه مبارک رمضان است این شادی و سرور را ممکن ما اونجا نبینیم و بدست دست از همین جاست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و چه زیبا میفرمایند میگن که از سیام و جنتون سیام سپر هست همان گونه که ما در فصل و در شرایط خاص و ویژه در کشور ما و در دنیا مواجه و روبرو با پاندمی کرونا هستیم که هی هر روز ما تلاش میکنیم که واکسین وقایه شدن در برابر یک چونین مرض مهلکی را از کجا به دست بیاریم چقدر تلاش میکنیم در کنار این باید ملتفت به این باشیم که در جامعه ویروس های زیاد دیگری هم هستند که به چشم غیر مسلح دیده نمیشه ویروس فقر ویروس ویروس جامعه ای که نابرابر است جامعه ای که متاسفانه سخت طبقاتی شده در برابر شرور زشتی ها و بدی های یک این جامعه ای که از یک طرف او کابوس فقر دهن باز کرده باشد چه شیوه و اسلوبی را به کار ببریم در برابر بدی ها و پلشتی های یک چونین جامعه ای چه وسیله در دست ماست اینجاست میبینیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که سیام و جنتون سیام جنه هست سپر هست سپ واکسین هست در برابر این شرور این زشتی ها و این نابرابری ها امید این که این ماه مبارک رمضان ماهی باشه که زنگوله های بندگی در برابر خدا را در بیخ گوش ما به صدا در باشه این ماه مبارک رمضان یک فرصتی باشه برای که ما یک بار به محاسبه نفس رجوع بکنیم ماهیت ماه مبارک رمضان در کنار اینکه یک امر تعبدی هست وقتی که خدا به ما حکم کرده که یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وقتی که میگه بالا شما روزه فرض شده ما در اینجا دیگه در پای تعلل و حکمت جستن هم نمیریم اما در کنار این که این عبادت برتر این عبادت فضیل این ویژگی ها و این مشخصه مهم و اساسی را هم در خود در دل خود دارد که این ما این ما فرصتی هست برای ما که هم در پای اصلاح آنچه که در یازده ما در وجود ما به عنوان انگل های بغض حسد دوری از خدا انگل ها و ویروس های مختلف در وجدان ما در وجدان جمعی ما در شعور جمعی ما ریشه گرفته شاخ و پنجه زده چه بهتر است که در ماه مبارک رمضان با قیچی های تعبد رجعت الله توبه به طرف خدای متعال بازگشت به بندگی تقرب به خدا ریشه های این انگل ها این ویروس ها و این باکتری ها را از باغچه وجود ما قطع بکنیم تا فرصت پیدا شود به که بایی که شخصیت یک مؤمن مسلمان واقعی که مسئولیت هم مسئولیت فردی داره در جامعه و هم مسئولیت اجتماعی در جامعه داره که آن هم عبارت است از سهمگیری در وظایف و مکلفیت هایی که بالای تک تک ما در جامعه نهاده شده متوجه بشود در یک چنین فضای می توان ما تعبیر و تفسیرهای ظریف و زیبایی را از ماه مبارک رمضان داشته باشیم ماه است که در این ماه دهه رحمت داریم دهه مغفرت و آمرزش گناهان داریم دهه رهایی و آزاد شدن از آتش جهنم داریم دهی هست که ابلیس ها شیطان ها هران موجوده که در برابر حق سطح قرار میگیره و مانع قرار میگیرند در این ماه دست و پای آنها بسته است در یک چنین ماه فضیل ماهی که اوصاف و توصیفی در قرآن کریم کرده بریم به استقبال این ماه بریم به ش... انسان شدن پیام اساسی و مهمی میره که قرآن کریم داده و دارد این است که انسان به انسان شدن گام برداره به فطرت خود رجوع بکنه یعنی انسان شدن بازگشت به با فطرت فطرت سلیم فطرت درست فطرتی که زامن سعادت انسان در دنیا هست و همچنان زامن سعادت و سربلندی و سرخ روی در معات در روزی که یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلب سلیم قرآن کریم میگه که روزی که روز درویدن محصولات کشت و کار امروز است روزی که هر آنچه که ما در این دنیا به او فخر میکنیم مباهات میکنیم در آن روز از کار میفته همانند سیمکارتی که کردت از او ختم شده باشه در او دنیا او کار نمیده آنچه که اوجه کار میده الا من ات الله به قلب سلیم کسی که نزد خدا با دل سلیم و با دل آرام و دل سالم از بغض از کینه از حسد از بخل از اینها توهی شده باشه و خالی شده باشه ماه رمضان فصلی هست موسمی هست که ما را کمک میکنه برای رسیدن به یک چنین سرخرویی و سرفرازی که قرآن کریم او رو وعده کرده امید این که به این همه چیزی که گفتم یا شنیده شد در قدم اول خود عمل بکنم و در قدم دومی که امت مسلم ما توفیق پیدا بکنه که طبق سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم راه و سلوک و منش و کنش خود را عیار بسازند سلام علیکم و